تلویزیون رژیم درباره فرار سرمایه ها با ارقام سرسام‌آور از ایران و شدت بحران های گریبانگیر رژیم گفت. از همون سال 94، 93 و 94 خروج و فرار سرمایه از ایران شروع شده بود. هیچ کس به اینا نگاه نمیکنه. میدونید من حد میزنم ظرف 4-5 سال گذشته بیش از 100 میلیارد دلار فرار سرمایه از ایران. 100 میلیارد دلار. 100 میلیارد دلار. باورتون نمیشه شما. هرگز بخش خصوصی در ایران اعتماد دیگه نکرده به اینکه این نظام اون مقدار ثبات سیاسی و تصمیم گیری داره که بتونی بیا توی سرمایه گذاری کنی. من از سال 1618 قمری که سال حمله مغول به ایرانه تا الان سالی به یعنی دوره‌ای به این شدت ندیدم و نخوندم و نمیشناسم. ایران هرگز چنین تحت فشار قرار نداشته، حتی در دوره جنگ تحمیلی. ظرف دو سال و نیم گذشته سه تا حادثه وحشتناک بزرگ اتفاق افتاده که هر کدوم از اینا به تنهایی میتونه بی ثبات کنه کل کشور رو. من به دولت کار ندارم، کل نظام رو دارم میگم. یک، شورش های سال دیماه 76 96 که منجر به این شد که 33,000 میلیارد تومان پول پرقدرت وارد جامعه ایران شد، یعنی 250 میلیارد تومان به نقدینگی ایران اضافه کرد. یه عدد وحشتناکی الان اقتصاد ایران اینجوری شده که دیگه صفر و ایناشو نمیشه حساب کرد. حادثه دوم تحریم هاست که من معتقدم که بین 150 تا 200 میلیارد دلار به ما آسیب زده و این عدد قابل توجهی. و حادثه سوم این ماجرای کرونا است که خود این دوباره 150 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه کرده، در این که 7-10 میلیارد دلار هم از صادرات ما کرده.